توی قبرستون متروک سه هفتیرکش حرفه‌ای روبروی هم ایستادند. اونها شنیدن که 200,000 دلار زیر یکی از این قبرها دفن شده و هر سه اونها هرچه قابل و غیر قابل تصور بوده رو پشت سر گذاشتند تا به اینجا برسن و روبروی هم قرار بگیرن. حالا هر سه به هم خیره شدند و هر کدوم یک تپانچه روبه دیگری، اون دوی دیگر، نشونه گرفتند. اگر یک نفر شلیک کنه، اون دو نفر دیگه هم شلیک خواهند کرد و نتیجه همه خواهند مرد، مگر اینکه دو نفر از اونها زودتر از نفر سوم دست به اسلحه ببره و کار نفر سوم رو تمام کنند. اما سوال، کدام دو نفر و کدام نفر سوم و آیا هر سه نفر؟ این صحنه پایانی فیلمی است که ما در این قسمت از سینما مورخ ازش صحبت خواهیم کرد. یک شاهکار دیگر در تاریخ سینمای جهان، فیلمی که کوئنتین تارانتینو اون رو بهترین فیلم تاریخ سینما میدونه، فیلمی که هم خودش و هم موسیقیش تأثیر بسیار زیادی در تاریخ سینما و البته تاریخ موسیقی جهان گذاشت. الماسی درخشان در ژانر وسترن، یا بهتره بگیم وسترن اسپاگتی، ساخته ی کارگردان بزرگ تاریخ سینما سرجیو لئونه. ما در دقایق آتی از خوب، بد، زشت سخن خواهیم گفت. سلام، من احمد هاشمی هستم و اینجا سینما مورخه. بریم ببینیم چی شد. به سنت همیشگی تیم مورخ، منابع این قسمت رو خدمت شما معرفی میکنیم. اول، کتاب روزی روزگاری سرجیو لئونه، نوشته نوئل سیمسولو و ترجمه نادر تکمیل همایون و مرجان شریفی خراسانی. دوم، سایت ایندیوایر. سوم، مجله کگدو سینما. و چهارم، مستندهای ساخته شده درباره فیلم خوب، بد، زشت که در تمام این سالها از رسانه‌های مختلف و البته معتبر پخش شده. و اینجا یادآوری کنم، منتظر ویدیوهای زیبای شما هستیم برای استفاده در ویژه برنامه نوروزی تیم مورخ، و پل ارتباطی ما برای ارسال ویدیوهای زیبای شما @مورخ_ادمین خواهد بود در تلگرام. سوال و به یادگار هر چی دوست داشتید برای ما ارسال کنید تا ما استفاده کنیم. حالا بریم در دل داستان. بعد از موفقیت فیلم‌های به خاطر یک مشت دلار و به خاطر چند دلار بیشتر در اروپا، کمپانی یونایتد آرتیست از سرجیو لئونه، کارگردان بزرگ سینما، و تیمش دعوت می‌کنه که آقا جان بیایید یه فیلم دیگه شبیه به اون دوتا برای ما بسازید. خیلی خوب بود. این دو فیلم در اروپا کلی سر و صدا کرده بود، اما هنوز تو آمریکا اکران نشده بود. چرا؟ دلایلش حالا واقعا زیاده، ولی یکی از اون دلایل اینه که جامعه سینمای آمریکا روی ژانر وسترن اصلا یه تعصب خاصی داشتن و دارن. کلن اینجور فیلم ها رو اصلا وسترن نمیدونستن. فیلم هایی مثل یک مش دلار، به خاطر چند دلار بیشتر، و حتی برای اینکه کوچیک کنن این فیلم ها رو یه لقب بهشون داده بودن. به این فیلم ها میگفتن وسترن اسپاگتی. حالا این وسترن اسپاگتی چیست و چه فرقایی با وسترن کلاسیک آمریکایی داره در ادامه مفصل عرض خواهم کرد، اما اجازه بدید فعلا ماجرای دعوت یونایتد آرتیست از سرجیو لئونه و تیمش رو ادامه بدیم، ببینیم به کجا رسید. از پس دعوت یونایتد، آقای لئونه پاشود رفت آمریکا که یه مذاکره‌ای بکنه با یونایتد آرتیست. ایشون مخالفتی با ساخت یه فیلم دیگه تو همون سبک و مدل نداشت، به خصوص که مدیران کمپانی قول داده بودن که تو پخش و اکران دوتا فیلم قبلی لئونه که هنوز اکران نشده بود در آمریکا بهش کمک کنن. نتیجه همه چیز داشت عالی پیش می‌رفت، اما یه مشکل مهم وجود داشت. آقای لئونه اساساً طرح و داستان جدیدی تو ذهن نداشت که بره ارائه بده که بگه فیلم جدید این خواهد بود. چه کرد؟ رفت پیش لوچیانو وینچنزونی،
رفیق سناریو نویسش که توی فیلم قبلی، یعنی به خاطر چند دلار بیشتر باش همکاری کرده بود. بهش گفت باشه بیا تو تیم ما، داستان اینه، یه سناریو بدیم فیلمو بسازیم، اون دوتای قبلی هم اکرام میشه، خوبه دیگه، باشه بیا. آقای وینچنزونی هم میگه اوکی و میاد به تیم ملحق میشه و بهش میگه که ببین لئونه، نظر چیه ما یه داستان بنویسیم، سه تا هفت‌تیرکش حرفه‌ای وسط جنگ‌های داخلی آمریکا که دنبال یه پول و طلای گم شدن، یه پولی گم شده اینا میخوان پیداش کنن. همین طرح یک خطی اول مورد موافقت سرجیو لئونه قرار میگیره و در ادامه مورد موافقت یونایتد آرتیست هم قرار میگیره و همین طرح یک خطی باعث میشه این کار، این الماس درخشان در سینمای جهان، ساختش آغاز شه. آقای لئونه میخواست این فیلم آخرین فیلم این سگانه باشه، سگانه‌ای که بعدها معروف شد به سگانه دلار. از طرفی میخواست حال و هوای این فیلم تلخ و عبوس نباشه و برای همین چه کرد؟ از دوتا نویسنده به نام آجه و اسکار پلی که سابقه طنز نویسی هم داشتن دعوت کرد که بیان ملحقشن به گروه نویسندگان. این دو نفرم میان مینویسن ولی نتیجه خوبی حاصل نمیشه. چرا؟ خود آقای لئونه بعدن یک مصاحبه‌ای داره میگه نتیجه همکاریمون خوب نبود، کاری که اونا ارائه دادن در نهایت جز شوخی و مزاح چیزی نبود، کارشون قابل استفاده نبود تو فضای وسترن. به هر حال این دو نفر ازشون تشکر میشه، از گروه خارج میشن، علی میمونه و حوزش، یعنی آقای سرجیو لئونه میمونه و وینچنزونی که قبلا با هم کار کرده بودن. همین دو نفر هم میشینن طرح و داستان رو پیش میبرن با هم. خود سرجیو لئونه میشینه دیالوگ مینویسه. یه نکته هم درباره اسم فیلم بگم، اسم فیلم اول بنا نبود این باشه، اول اسم گذاشته بودن سرکش‌های باشکوه و چی میشه عوض میشه؟ با تهیه کننده ها یه جلسه میذارم، میگن آقا کلیات اینه، تا یه حدی هم نوشتیم، اسم فیلم هم سرکش‌های باشکوهه. تهیه کننده ها یه نگاه عاقلانه در صفی میکنن، میگن چی؟ سرکش‌های باشکوه عوض کن، بفروش نیست. اینجاست که تغییر میکنه سرکش های باشکوه به خوب، بد، زشت. کاری که داشت شروع میشد البته برای یونایتد آرتیست ریسک بزرگی بود. از این صحبت کنیم. چرا؟ تو اون سالها کمپانیای هالیوودی عقیده داشتن فیلم هایی که درباره جنگ های داخلی آمریکا ساخته میشه موفق نمیشه، آقا فروش نمیکنه. چرا؟ فقط یه فیلم اون سالها موفق شد در اون حوزه، باقیشو شکست خوردن. تنها فیلمی که توش از جنگ های داخلی آمریکا حرف زده شده بود و موفق شده بود فیلم برباد رفته بود که ما در سینما مورخ بهش پرداختیم. پیشنهاد میکنم حتما ببینید، بشنوید، بسیار قسمت بی‌نظیری است و فیلم بی‌نظیری. و اجازه بدید خلاصه این رو بگم، چرا موفق شد؟ با اینکه از جنگ‌های داخلی صحبت کرده بود، چرا برباد رفته موفق شد؟ چون پیرنگ اصلی اون فیلم درباره عشق و بقا بود در دل جنگ، یعنی صرف جنگ نبود. یه جورایی میتونیم این نتیجه رو بگیریم که مردم آمریکا خیلی دلشون نمیخواد از این جنگ پوچ و عجیب غریب در تاریخشون حرفی بشنون، چون زمانی که به تاریخ رجوع میکنیم میبینیم اصلا سر هیچ و پوچ کلی آدم کشته شد. و تو پرانتز بگم ما در پادکست مورخ بارها درباره جنگ داخلی آمریکا صحبت کردیم، اگر علاقه‌مند به تاریخ هستید اون کانال رو هم دنبال بکنید، پادکست مورخ رو در یوتیوب، اونجا صرفاً از تاریخ صحبت می‌کنیم. به هر جهت انگار مردمان آمریکا دوست دارن این جنگ داخلی کلاً فراموش بشه و این موضوع انقدر جدی بود که حتی اورسون ولز بزرگ یه روز بیاد پیش سرجیو لئونه میگه اشتباه نکن، نسازی این کارو، تو این جان بسازی موفق نمیشه، نمیفروشه، با کله می‌خوری زمین. ولی آقای لئونه به کاری که داشت می‌کرد طبق معمول ایمان داشت. یونایتد آرتیست هم اومد این ریسک رو به جون خرید رو حساب فیلم‌های قبلی لئونه و البته حضور کلینت ایستوود. خب خیالش راحت بود، به هر حال در میاره، ضرر نمیشه، ایشالله یر به یر میشه. سفت و سخت پای کار ایستاد تهیه کننده و البته پای ریسکش و نتیجهش هم دیدیم چه شد. سناریو داشت نوشته می شد و حالا نوبت انتخاب بازیگران بود.
به به، همواره در سینما مورخ اینو بگم، زمانی که درباره یک فیلم صحبت میکنیم یکی از قسمت‌های جذابش برای شخص بنده انتخاب بازیگراست، مخصوصا فیلمایی مثل این که اصلا اسامی عجیب غریبه. داستان فیلم چی بوده؟ یه جوری بوده که در واقع سه بازیگر اصلی نیاز بوده برای کار، نه یک بازیگر، هر سه بازیگر بازیگر اصلی بودن. زمان فیلم هم چیزی نزدیک به 3 ساعت بود، یعنی شوخی نبوده، کار طولانی سنگین. از اون ور لئونه میخواست بار دراماتیک و روند داستانی فیلم الزاماً بین این 3 تا بازیگر هم تقسیم شه، یعنی یه بازیگر اصلی نباشد، روند دراماتیک هم روی یک نفر نباشد، 3 نفر به یک اندازه نقش داشته باشن هم در فیلم هم در داستان و روند درام فیلم. خلاصش کنم، آقای لئونه در واقع 3 بازیگر اصلی توانمند و مکمل هم نیاز داشت که اصلا پیدا کردن یه همچین چیزایی هم کار راحتی نیست و نبود در اون زمان. ایشون باید یه خوب، یه بد و یه زشت بی‌نظیر در سینما میگشت پیدا میکرد که اینا بیان کنار هم، هم مکملای خوبی بشن و 3 ساعت فیلمو بتونن جذاب ارائه کنن برای مخاطب. حالا درسته که در نگاه اول وقتی به فیلم نگاه میکنیم شخصیت خوب نقش اول به نظر میرسه، اما کاراکترهای زشت و بد هم به همون اندازه نقش مهمی دارن توی این فیلم. تا حدی که مثال بزنم به این دقت کنیم، با فکت به لحاظ زمانی توی این 3 ساعت فیلم کاراکتر زشت زمان بیشتری تو فیلم حضور داره و ما میبینیمش بیشتر از 2 کاراکتر دیگه، یعنی هم از خوب و هم از بد بیشتر ما زشت رو میبینیم به لحاظ زمانی. و همه اینایی که عرض کردم، یعنی هر سه بازیگر باید اصلی باشن، هر سه توانمند، هر سه بتونن بار دراماتیک رو به یک اندازه پیش ببرن، همه اینها باعث شد سرجیو لئونه نسبت به حتی فیلم‌های قبلیش وسواس بیشتری توی انتخاب بازیگراش داشته باشه. حالا چی کار کرد؟ برای نقش خوب که تکلیف معلوم بود، همون کاراکتر بینام در 2 فیلم قبلی توی این فیلم لئونه هم وارد میشد، نقش خوب رو بازی میکرد، همون هفتیرکش ساکت و مرموز و جذاب، شخصیتی که کلینت ایستوود بزرگ اون رو بازی کرده بود و پیش از این خلق کرده بود و حالا اینجا هم باید خودش میومد همین کاراکتر رو ادامه میداد. حالا سوال، 2 کاراکتر دیگه و 2 بازیگر دیگه چطور انتخاب شدند و این مثلث به یاد موندنی چطور خلق شد؟ عرض می‌کنم. قطعاً دقت کردیم که از این 3 نفر خوب و بد و زشت فقط توکو اسم واقعی داره و اون 2 نفر دیگه در واقع اسم خاص ندارن، لقب دارن، لقب بلوندی و انجل آیز، و این لقب‌ها لقب‌هایی است که توکو به این 2 تا رقیبش داده در فیلم. باز اینم از همون بازی ها و شیطنت هایی است که لئونه همیشه تو فیلماش داره و بی‌نظیر هم هست. انگار کارگردان میخواد اینطوری این 2 نفر رو جهان شمول کنه و بگه این آدم ها میتونن هر جا و در هر زمانی وجود داشته باشن. به هر حال بنا میشه کلینت ایستوود همون نقش خوبش رو بیاد بازی کنه، بلوندی رو. اینم اضافه کنم اولش آقای ایستوود خیلی مشتاق نبوده، در واقع مشکلش با نوع شخصیت پردازی در سناریو بوده و فکر می‌کرده اون 2 تا نقش دیگه به خصوص نقش توکو یا همون زشت خیلی تو داستان پررنگن و ممکنه کاراکتر خود کلینت ایستوود رو تحت شعاع قرار بدن. یه نقل قولی هست، میگن ایستوود میاد به لئونه میگه که آقا جان تو فیلم اولت من تنها بودم، فیلمی که ساختی این شخصیتم اونجا خلق شد، تو فیلم بعدی 2 نفر شدیم، حالا هم که شدیم 3 نفر، هیچی دیگه، 5 سال دیگه میخوایم بشیم 20 نفر، بعدم با کل سواره نظام آمریکا احتمالاً ما بناست هم بازیشیم، نکن دیگه برادر من. آقای لئونه چی میگه در جواب؟ میگه آقا جان درسته این 2 نفر دیگه هم هستن، ولی در واقع نقش اصلی خودتی کلینت جان، این 2 تا هستن، بازی تو به چش بیاد. در نهایت آقای ایستوود همچنان مردد بوده که چی میشه، پیشنهاد مالی رو میشنوه. اینو میشنوه میگه حالا هرجو صلاح دیگه، حتما شما یه چیزی میدونی، بنده در جای نیستم، بریم تو کارش. همون مسئله معروف، پول بذار رو میت، بولم میشه میگه سلام علیکم احوال شما جان، در خدمتم. اینجا این اتفاق میفته، 250,000 دلار به اضافه 10% از کل فروش پیشنهاد میشه به آقای ایستوود و آقای ایستوود میگه کجا رو امضا کنم. نتیجه نقش بلوندی تقدیم میشود به کلینت ایستوود در خوب بد زشت. نقش بعدی کی بود؟ توکو، زشت داستان،
همکار بلوندی در واقع، یه هفتیرکش حرفه‌ای که برای سرش هم جایزه تعیین کردن. و کارش چیه؟ این توکو و بلوندی تو سرکیسه کردن پولهای دولت با هم همکاری میکنن. چجوری؟ آقای بلوندی هی میاد توکو رو دستگیر میکنه، تحویل کلانتر میده، جایزه رو میگیره چون برای سرش جایزه تعیین شده، لحظه آخر دوباره نجاتش میده، میرن پولا رو با هم تقسیم میکنن باز از اول. این شده کار این دو نفر. و این کاراکتری است که بیشتر از بقیه توی فیلم حضور داره، پیش از این عرض کردم، و ما با اون و گذشتهش آشنا میشیم در طول فیلم. کاراکتری که علاوه بر این مسائل بار طنز فیلمم داره به دوش میکشه. خود آقای سرجیو لئونه میگه کاراکتر توکو رو من بیشتر از بقیه دوست دارم، بیشتر از اون دو تای دیگه دوست دارم. حالا سوال، برای این نقش کی مناسبه؟ آقای لئونه چه میکنه؟ اول میره سراغ جان ماریا ولونته، بازیگری که تو دوتا فیلم قبلی هم باش کار کرده بوده. اما ولونته میخواسته تو فیلم گلوله‌ای برای ژنرال، کارگردانش کی بود؟ دامیانو دامیانی، میخواست توی اون فیلم بازی کنه، نمیتونسته، رد میکنه، پیشنهاد رد میکنه. اینجاست که میره سراغ ایلای والاک. از کجا میشناخته این ایلای والاک رو؟ توی فیلم چگونه غرب تسخیر شد دیده بود بازی والاک رو آقای سرجیو لئونه و خوشش هم اومده بود. نتیجه میره بهش پیشنهاد میکنه، نقش توکو رو بهش پیشنهاد میکنه، آقای والاک هم با جون و دل قبول میکنه. پس نقش توکو زشت داستان تقدیم میشود به ایلای والاک در خوب بد زشت. بریم نقش بعدی. تا الان خوب و زشت داستان مشخص شدن. انجل آیز یا همون بد ماجرا، یه آدمکش حرفه‌ای بود، یه شخصیت شیطانی عجیب، کسی که کاملاً بی‌رحمه و هر کاری که لازم باشه انجام میده تا به اون چی که میخواد برسه. حالا اون در عین این که قراره منفورترین کاراکتر فیلم باشه، اینش جالبه، باید باورپذیر هم باشه. آقای سرجیو لئونه چه میکنه؟ اول برای این کاراکتر میره سراغ چارلز برانسون، میگه آقا بیا بازی کن. ایشون میگه که من سر پروژه‌ام تو انگلیس شرمنده، نمیتونم بیام. انتخابای بعدیش کیا بودن؟ لی ماروین، هنری فوندا و انریکو ماریا سالرمو. این سه نفرم هر کدوم به دلایل خودشون نمیتونن کار کنن، رد میکنن، در واقع اضافه نمیشن به کار. نتیجه جناب لئونه دوباره میره سراغ لی ون کلیف. چرا میگم دوباره میره؟ چون قبلا باش کار کرده بود، توی همون فیلم قبلیش به خاطر چند دلار بیشتر کار کرده بود باهاش. میره سراغ ایشون. و تو پرانتز اینم بگم کاراکتر ون کلیف توی فیلم قبلی آقای لئونه یه نظامی رمانتیک بود، یک رمانتیک احساساتی عجیب غریب. اینجا میخواست یه نقش کاملا برعکس بده، یه آدمکش بیرحم و حرفه‌ای رو میخواست بهش بده، کاملا نقش متضاد بود. برجت آقای ون کلیف قبول میکنه، قرارداد بسته میشه، ایشون به پروژه اضافه میشه. و جالبه خود ون کلیف میگه تنها دلیلی که من به این پروژه اضافه شدم این بود که تو فیلم به خاطر چند دلار بیشتر یادشون رفت منو بکشن، آوردن اینجا ما رو بکشن. نتیجه نقش بد داستان تقدیم شد به لی ون کلیف در خوب بد زشت. خب بازیگرا انتخاب شدن، حالا زمان شروع فیلم برداری بود. اما اگر اجازه بدین کمی درباره اون موضوعی که ابتدای اپیزود ازش صحبت کردیم حرف بزنم، وسترن اسپاگتی. بله، تو دهه 60 میلادی که فیلمسازای اروپایی مخصوصا ایتالیایی ها رفتن سراغ ژانر وسترن، مدت ها بود که دیگه تو خود آمریکا که محل تولد این ژانر بود اصلا ادعا داشتن روش فیلم وسترن ساخته نمیشد، یا میشه گفت دیگه طرفدار نداشت به اون صورت. دهه 40 و 50 اوج شکوه ژانر وسترن کلاسیک بود در آمریکا و فیلم های زیادی هم ساخته شد، فیلمسازای بسیار بزرگی هم کار کردن، مثل جان فورد، مثل هاوارد هاکس، اینها وسترن کلاسیک میساختن. و داستانهای وسترن کلاسیک حالا چی بود؟ عمدتاً یه سری فیلمنامه ها و یا حالا داستانهای خطی و مستقیم میدیدیم. کاراکترها یا خوب 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 بودن یا بد بد بد، یعنی یا سیاه یا سفید. قهرمان وسترن توی فیلم‌های وسترن کلاسیک معمولاً از دل بیابون‌ها میومد بیرون، با کاراکترهای منفی می‌جنگید و در نهایت هم مردم رو نجات می‌داد. توی این فیلم‌ها هم احترام به خانواده و سنت‌ها همیشه حرف اولو می‌زد در وسترن کلاسیک، و تمام فیلمم در خدمت کاراکتر بسیار مثبت نقش اول بود، همون سفید سفید یا در واقع خوب خوب. نقشایی که مثلا جان وین بازی می‌کرد قطعاً به یاد میاریم که چه تیپ نقش‌هایی بود و چه مود
مدل فیلمنامه هایی داشت. در ادامه اما ایتالیایی ها و سرآمد همشون همین آقای سرجیو لئونه رفتن سراغ ساخت فیلم وسترن و از اینجا داستان عوض شد. تو فیلم های لئونه دیگه خبری از خیر مطلق یا شر مطلق نبود، سیاه و سفید نبود، خبری از کابوی های سرگردان تو بیابون ها و شهرهای تگزاسی نبود. تو فیلم های لئونه یه سری هفت‌تیرکش بودن که تو جریان اجتماع وارد شده بودن، اون جریان واردشون کرده بود تو یک نزاع، برای در واقع مرگ و زندگیشون میجنگیدن زوری. بعضا خانواده خاصی هم حتی نداشتن کاراکترهای اصلی لئونه، برعکس اون وسترن کلاسیکی که خانواده و سنت ها خیلی مهم بود. در واقع کاراکترهای این وسترنی که لئونه می ساخت ممکن بود آدم بکشن، به دوستاشون خیانت بکنن، اغلب تحت تعقیب بودن، اصلا خلاصه آدمهای عادی بودن که از سر اجبار مجبور بودن اسلحه دست بگیرن. یه وقتای خوب بودن، یه وقتای هم بد بودن، عرض کردم. از اون طرف فیلمهای لئونه خصوصا همین خوب بد زشت به لحاظ دکوپاژ و کارگردانی هم با فیلمهای وسترن کلاسیک خیلی فرق می‌کرد. ما زمانی که به همین خوب بد زشت نگاه میکنیم میبینیم که فیلم پر از پلانهای کلوزاپ، حتی اکستریم کلوزاپ. من تو پرانتز توضیح کوتاه بدم، کلوزاپ به معنای دیدن صورته که بیشتر حس رو میخواد منتقل بکنه، اکستریم کلوزاپ معمولا قسمت چشم بیشتر دیده میشه که میخواد اون لحظه حساس یا حیاتی یک حالا پلان یا فیلم یا درام رو نشون بده. تو خوب بد زشت ما کلا هی داریم کلوزاپ و اکستریم کلوزاپ میبینیم، مخصوصا سکانس آخر. اصلا این خاصیت فیلمای لئونه بوده. از اون ور تدوین کارای لئونم بسیار سریع و ریتم تند داره، مدام کات میخوره از این پلان به پلان بعدی و و و، چیزی که ما تو فیلم‌های وسترن کلاسیک کمتر میبینیم. عرض کردم یک داستان خطی و مشخص میدیدیم اونجا. حالا اهالی سینما در آمریکا اون اوایل اصلا این فیلم‌ها رو آدم حساب نمی‌کردن، جدی نمی‌گرفتن، میگفتن ایتالیایی رو اصلا چه به ساخت وسترن. در واقع نظرشون این بوده که وسترنی که جای خارج از آمریکا ساخته بشه کلا اصالت نداره. حالا از اونجایی که اغلب این وسترن ها تو ایتالیا ساخته می شد، از اینجا اسمشو گذاشتن وسترن اسپاگتی، اون اسپاگتی معروف، غذای معروف ایتالیایی. نتیجه اسم وسترن اسپاگتی از اینجا میاد. خب برگردیم به روند تولید فیلم خوب بد زشت. بازیگر ها انتخاب شده بودن، قبل از شروع فیلم برداری باید لوکیشن ها انتخاب می شد. بنا بود همه فیلم تو اروپا ساخته بشه دیگه. نتیجه بخشی از فیلم رو تصمیم گرفتن تو استودیوی چین چیتا بسازن در روم، روم ایتالیا، و بخش بیشتر فیلم هم قرار شد در منطقه بورگوس و منطقه آلمریا در کشور اسپانیا فیلم برداری بشه. چرا اونجا رو انتخاب کردن؟ بیشترین شباهت رو با دشت و صحراهای آمریکا داشت این دو منطقه در اسپانیا. برای ساخت دکور و لوکیشن های انتخاب شده هم از ارتش اسپانیا رفتن کمک گرفتن، تیم سرجیو لئونه، و البته ساخت دکور های این فیلم هم خالی از اتفاق نبود، حالا توضیح خواهم داد. به هر جهت گروه آماده میشه برای فیلم برداری، زمان فیلم برداری هم هماهنگ میشه برای اواسط ماه می 1966 میلادی. اما این فیلم یک تفاوت بسیار مهم دیگه هم داره با بیشتر فیلم های تاریخ سینما، تفاوتی که باعث میشد زمان فیلم برداری علاوه بر همه ملزومات عادی واقعی فیلم ها و باقی فیلم ها به یک چیز دیگه هم احتیاج داشته باشه. چه چیزی؟ عرض میکنم. انیو موریکونه، رفیق دوران مدرسه سرجیو لئونه و آهنگساز بزرگ و نابغه سینمای جهان که تو دو فیلم قبلی آقای لئونه هم موسیقی ساخته بود، آهنگسازی کرده بود و درخشان هم بود و بنا میشه برای این فیلم هم موسیقی بسازه. و حالا نکته جالب اینجاست، اون تفاوتی که عرض کردم اینجاست. آقای سرجیو لئونه کارگردان دلش میخواست این موسیقی تو صحنه‌های حساس فیلم پخش بشه، لایف پخش بشه. یعنی در واقع میخواست بازیگرها حس موسیقی رو بگیرن و حرکاتشون رو با موسیقی هماهنگ کنن. نتیجه به جای اینکه فیلم الهام بخش موسیقی باشه، این تفاوت مهم این فیلم، این بار برعکس شد، موسیقی داشت الهام بخش فیلم میشد و البته الهام بخش بازیگرها.
خوب بد زشت به سنت فیلم‌های استودیوهای ایتالیایی صدای سر صحنه طبعا نداشت، یعنی بعداً بازیگرا توی استودیو دوبله می‌کردن، حالا یا خودشون دوبله می‌کردن یا کس دیگری جاشون صحبت می‌کرد و دوبله می‌کرد. همین موضوع به کارگردان کمک می‌کرد که علاوه بر اینکه حس موسیقی شاهکار موریکونه رو بیاد تو فیلم جاری کنه، لایف پخش کنه سر فیلم برداری، این جدا همون لحظه هم بتونه با بازیگراش زمان فیلم برداری صحبت کنه، نکاتی رو گوشزد بکنه. و حالا پیشنهاد میکنم لحظه‌ای چشمانتون رو ببندید و تصور کنید که اون بارون نوت‌های درخشان موریکونه سر صحنه فیلم جاریه، اون سکوت و صدای سوت و اینا، و اون سکانس رو مجسم کنید که این سه نفر روبروی هم ایستادن، دست نزدیک اسلحه، چشم تو چشم، مدام داره کارگردان هی اکستریم کلوزاپ میگیره، از چشم این میزنه به اون، کلوزاپ این، واویلا، مگه میشه بد بازی کرد؟ مگه میشه حس درست پیدا نکرد و ارائه نداد؟ خوب بد زشت به لحاظ بازنمایی تاریخ واقعی فیلم آنچنان دقیق نیست، یعنی این فیلم خیلی تطابق جدی با واقعیت تاریخی نداره، اما با وجود این باز کارگردان کار و عوامل سعی کردن تا حدی به تاریخ وفادار باشن. مثال بزنم، توی سفرش آقای لئونه کارگردان میره آمریکا، میره لوکیشن های واقعی رو میبینه، از اون بر میاد از عکس هایی که متیو برایدی عکاس مشهور جنگ های داخلی آمریکا گرفته بود کمک میگیره که صحنه های واقعی اون اتفاقات رو بتونه تا حدی بازنمایی بکنه، تا حد امکانش. ما تو فیلم خوب بد زشت اینو میبینیم که از تاریخ خاصی اسم برده نمیشه، اما زمانی که دقیق شیم، نازک شیم، نشونه میبینیم، میفهمیم داستان داره تو سال 1862 میگذره. از کجا میفهمی؟ مثال بزنم، توکو وارد هتل میشه، هتلدار داره با یک زنی صحبت میکنه، وسط حرفاشون از جنرال سیبیلی صحبت میکنن، و کی بوده این جنرال؟ یکی از فرماندهان ارتش کنفدراسیون. تو همون سکانس میبینیم که صحبتشون درباره چیه؟ جنگ این جنرال با جنرالی به نام کانبی، که باز زمانی که به تاریخ رجوع کنیم میبینیم که واقعا این جنگ وجود داشته بین این دو نفر، و جنگشون هم فوریه و آوریل 1862 میلادی بوده، واقعا اتفاق افتاده. اینجاست که میگم تا حدودی وفادار بوده کارگردان. حالا این که به فراخور قصه ما میبینیم توی فیلم از دینامیت هم استفاده کرده یه بحث دیگه است. یعنی چی؟ 1862 هنوز دینامیت اختراع نشده بود، یعنی اگر داستان داره 1862 میگذره، با توجه به همین مثالی که عرض کردم بین جنرال ها، دینامیت چیه پس؟ اگه دینامیت هست که اون ساله چیه؟ در واقع تناقض هایی وجود داره. اینجاست که میگم تا حد ممکن سعی کرده وفادار باشه به تاریخ واقعی کارگردان کار آقای سرجیو لئونه. یه نکته رو عرض کنم، به هر حال این ذات سینماست. در واقع یک مثال اصلا معروف هم بزنم، میگن سینما و تئاتر بدهکار واقعیت نیست، نویسنده بدهکار واقعیت نیست، گاهی وفادار گاهی نیست. زیبایی و جذابیت قصه و فیلم همواره اهمیت بیشتری داره در سینما تا حالا واقعیت و تاریخی که در واقع در واقعیت اتفاق افتاده. یه مقدار از پشت صحنه های خوب بد زشت هم صحبت کنیم. همونطور که عرض کردم، گروه برای بازسازی صحنه و البته اجرای جلوه های ویژه میدانی از ارتش اسپانیا کمک گرفت، و عرض کردم اتفاقات هم زیاد داشت، بالا پایین زیاد داشت، کمی ازش بگیم. یه مثال بزنم، یه صحنه ای توی فیلم هست که توکو و بلوندی میخوان یه پلی رو منفجر کنن، اما انفجار این پل گویا در واقعیت فیلم برداری حسابی دردسر داشته. چرا؟ درباره این دردسر البته دو روایت هست، جفتشو عرض میکنم. اولی میگه که سربازای ارتش اسپانیا مواد منفجره رو آماده کرده بودن، منتظر دستور گروه فیلمبرداری بودن که علامت بدن اینا منفجر کنن. از اون طرف گروه فیلمبرداری با 3 دوربین آماده بودن که مثل عقاب بگیرن، یه بار دیگه منفجر شه تموم میشه. حالا جذابیت داستان کجاست؟ گروه فیلمبرداری انگار خودش منتظر علامت کارگردان بوده، حالا یا گروه کارگردانی، که دکمه رکورد دوربین رو بزنن. هر وقت گفتن آقای لئونه میره پشت بلندگو به زبان ایتالیایی میگه آقا 3-2-1 حرکت، و بنا بوده این 3-2-1 حرکت برای گروه فیلمبرداری باشه، اونا رکورد رو بزنن، چند ثانیه بعد مثلا سربازای اسپانیایی هم پل منفجر کنن. اما سربازا با همون 3-2-1 که مال دوربین بوده حس کردن خب دیگه وقتشه، آقا علی منفجرش کردن، کلا دوربینا رکورد نکردن، صحنه اصلا از دست میره، هیچی به هیچ.
اون روایت اول. روایت دوم چی میگه؟ کلا میگن یه جور دیگه بوده. گروه جلوه‌های ویژه که همون سربازای ارتش اسپانیا بودن، نمیدونستن چقدر باید مواد منفجره بذارن برای حالا فیلمبرداری و برای این پله. بیش از حد میذارن و اینقدر انفجار قدرتمند بوده سه تا دوربین از کار میفته، مثلا کلا نمیتونه فیلمبرداری کنه. این میشه که در واقع اتفاق انجام نمیشه. به هر حال هر روایتی درست باشه، بدبختیش مال اون سرباز سفرا بوده دیگه. دوباره پل از اول بنایی میکنن، میسازن، دوباره منفجر میکنن. یه چیز جالب دیگه هم از پشت صحنه فیلم بگیم درباره ایلای والاک یا همون توکوی داستان. گویا آقای والاک سر این فیلم سه بار داشته میمرده اصلا با جاش. کجاها؟ اول اونجایی که توکو سوار اسبه و داره از یه بطری آب میخوره. یکی از عوامل صحنه کنار اون بطری آبه، آکسا سوار صحنه بوده، یه بطری اسید گذاشته بوده. چرا گذاشته؟ فرمی داره میخوره یه مقداری. همون لحظه میفهمه یا آسیب‌های جزئی میبینه ولی برجهت نمیمیره. این اولیش. اسرائیل میگه این جوریه. بریم دومی. اون صحنه‌ای که رو اسب دستاشو بستن قرار دارش بزنن. نقش بلوندی هم میخواد از دور شلیک کنه به این تنابه که این نجات پیدا کنه و فرار کنه طبق معمول. تو فیلمم نگاه بکنیم لانک شات این پلان از دور گرفته شده که مثلا پاره میشه و از فرار میکنه، اینا موفق میشن در برن، از کشته شدن در واقع در برن. در واقعیت چه اتفاقی میفته؟ تو پلان بعدی که هنوز دستای والاک بسته است، اسبه با صدای گلوله رم میکنه، مدبخ با دست بسته با یه تناب اعدام دور گردنش میمونه رو اسب. یه مسافت زیادی هم اسبه رم میکنه در میره. هر لحظه میافتاده خفه میشده، اسبه اعدامش میکرده در واقع و واقعا از بین میرفته. اینم دفعه دوم اسرائیل میگه اصلا این حرفا نیست. یه سومین باری هم هست که میاد سراغش، گرچه اون دفعه میگه شرمنده بذار فیلمبرداری تموم شد، یه فیلم خوبیه، تاریخیه. اونجایی که توکو و یک سرباز مرده دستاشون بسته است به هم، قطعا دیدید توکو سرباز مرده رو میندازه روی ریل قطار که قطار رد شه، دستبند پاره شه، بتونه فرار کنه و واقعا هم این کار رو انجام میدن دیگه. اما قطاری که میاد رد میشه باری بوده، یه سری بار از کنارهای قطار زده بوده بیرون. اینا نمیدونستن. به شهادت حاضرین در صحنه با اختلاف میلیمتر یه سری آهن از کنار سر والاک رد میشه و این بار هم زنده میمونه. احتمالاً اگه چهارمی پیش میومد، چون یه بار دو بار سه بار جستی ملخک رو اگه بخوایم حساب بکنیم دیگه، چهارمی دیگه بعید میدونم زنده میمون که خدا رو شکر پیش نیومد. اینه که میگن واقعا بازیگری بعد از کار معدن گویا سخت ترین کاره. البته قضاوتش با شماست، برای ما نظرتون رو بنویسید. اجازه بدید پیش از ادامه بحث یادی کنیم از دو هنرجو یا هنربری که اخیراً سر فیلمبرداری سریال سلمان جون خودشون رو از دست دادن و خبرها البته زد و نقیض. یکی میگه سهل‌انگاری خودشون بوده و یکی میگه ریزش کرده. به هر جهت این دو عزیز زیر آوار موندن و جون خودشون رو از دست دادن، روحشون در آرامش. امید که روزی برسد که استانداردهای حداقلی ایمنی سر صحنه های فیلمبرداری ما در کشورمون رعایت بشه. واقعا اتفاقی که واقعا خیلی باش فاصله داریم. بنده به عنوان شاهد زنده که بر جهت در اندازه خودم بودم در صحنه های این چنینی، میتونم عرض کنم که فاصله های جدی داریم و جون آدم ها در خطره. مثال عرض کنم، چند وقت پیش سر یک سریالی بودیم، در یک شب دو بار عوامل گروه فیلمبرداری دستیارها به واسطه تاریکی لوکیشن فیلمبرداری آسیب دیدن. یکیشون از یک سوراخی افتاد یه طبقه پایین‌تر، یکیشون رفته بود تو یک ارتفاع حدود حالا 3.5-4 متری برای تنظیم نور و به واسطه قدیمی بودن ساختمون و تاریکی زیر پاش خالی شد، افتاد پایین. تو یک شب، تو یک فاصله یک ساعت، یک ساعت و نیم، دوبار اورژانس اومد سر لوکیشن فیلمبرداری. اینه که واقعا امیدوارم که استانداردها رعایت بشه، اتفاقش الان نمیفته. روحشون، روح این دو عزیز در آرامش.
فیلم خوب بد زشت به لحاظ زمان تولید آخرین فیلم سگانه دلاره و یکی از معدود فیلم‌های چندگانه است که سومیش از دوتای قبلی بهتر بود. در کل تاریخ سینما واقعا کم داریم. معمولاً فیلم‌های چندگانه هرچی رفته جلو ضعیف‌تر شده، اما این از معدود کارهایی است که سومیش از دوتای قبلی حتی بهتر بود. به هر جهت این فیلم بعد از به خاطر یک مش دلار و به خاطر چند دلار بیشتر ساخته شد، ولی زمانی که بهش دقت می‌کنیم این نکته مهمیه. می‌خواستم به این برسم، به لحاظ داستان جاری در فیلم انگار قبل از اون دوتا اتفاق افتاده، با اینکه بعد از اون دوتا ساخته شده. در واقع کاراکتر هفت تیرکش بینام که کلینت ایستوود بازیش میکنه تازه میبینیم در فیلم خوب بد زشت داره به وجود میاد، شکل میگیره، انگار وجود نداشته قبلش. به همین جهته که انگار اون دوتا فیلم قبلی ادامه خوب بد زشتن تازه. یا یه مثال دیگه بزنم، اواخر همین فیلم خوب بد زشت بلوندی پانچوی معروف خودشو از کنار سرباز در میاره میپوشه، پانچویی که توی دو فیلم قبلی اصلا لباس اصلی یه جورایی ایستوود بود. یعنی ما میبینیم لباس از اینجا به وجود اومد. یا لباسهای دیگه‌ای که ایستوود داره مثل اون جلیقه پوستی تو همین فیلم به مرور زمان به دست این کاراکتری که بازیش میکرد میرسه. در دو فیلم قبلی میبینیم که جزء لباسهای این شخصیته. اینم جالب اضافه کنم، جناب کلینت ایستوود هنوز این پانچوی معروفو داره و تو خونش تو یک محافظ شیشه‌ای ازش نگهداری میکنه. چند سال گذشته. از واقعیت‌های تاریخی هم صحبت کنیم. جنگ‌های داخلی آمریکا تو پیشبرد داستان خوب بد زشت بسیار مؤثرن. یعنی ما یک فصل کامل از جنگ شمالی‌ها و جنوبی‌ها رو می‌بینیم، شمالی‌ها و جنوبی‌های آمریکا، و حضور این اتفاق رو در کل فیلم حس می‌کنیم و مهمم است. در واقع علاوه بر اینکه خود در واقع اون پول مدفون شده در قبرستون از نتایج همین جنگ‌های داخلیه، کاراکترهای این داستان هم بارها تحت شعاع این جنگ قرار می‌گیرن در طول فیلم. مثال بزنیم، یه صحنه ای هست که توکو میخواد بلوندی رو دار بزنه، همه چی آماده است، یهو یه گلوله توپ شلیک میشه، میخوره به اون ساختمونه و بلوندی فرار میکنه. گلوله توپ، حالا جنگ داخلی. یا اون سه نفر مخصوصا بعد ماجرا یه جاهایی حتی میرن عضو این ارتشا میشن، ارتشای جنگهای داخلی آمریکا. چرا میرن عضو میشن؟ بتونن یه رد و نشونه ای از اون پول مدفون شده پیدا کنن. در واقع سرجیو لئونه کارگردان در کنار تلاش این سه نفر برای به دست آوردن پول در طول فیلمنامه، پوچ بودن جون انسانها رو تو جنگ داره به وضوح نشون میده به ما که واقعا بیهوده تلف شد جون این انسان‌ها و کشته شدن. چقدر آدم کشته شد در جنگ‌های داخلی آمریکا. یکی از دلایلی که مردمان آمریکا دوست ندارن درباره صحبت بشه، میگن یک جنگ پوشی بوده، همین مسئله است. بی دلیل کلی آدم کشته شد. خود آقای لئونه نقل قول جالبی داره، واقعا اشاره کنم بد نیست. میگه تو تاریخ، در واقع تو تاریخ جنگ‌ها، همه از تلفات بازنده جنگ‌ها صحبت می‌کنن، اما من در این فیلم می‌خواستم از قصد تلفات برنده جنگ و ازش صحبت کنم، یعنی شمالی ها، میخواستم اون رو نشون بدم و از خشونت جاری در این جنگ بیشتر صحبت کنم. و انصافا این کار رو جناب لئونه به زیبایی و استادانه انجام داد. خوب بد زشت. بد نیست اینجا کمی به اسم فیلم دقت کنیم و روی اسم فیلم نازک شیم. تو همون 10 دقیقه ابتدایی این فیلم آقای لئونه کارگردان تکلیف ما رو، یعنی تکلیف مخاطب رو، با این لقب ها روشن میکنه استادانه و هر کدوم از اینها رو به زیبایی هرچه تمامتر معرفی میکنه این کاراکترها رو. اما همونطور که عرض کردم توی فیلم های لئونه کاراکترها همیشه خاکستری ان، یعنی نه بد مطلقاً نه خوب مطلق. و توی همین فیلم هم اگر نگاه بکنیم، در جمع این 3 ساعت تو کل فیلم کاراکتر خوب 11 نفر رو میکشه، کاراکتر زشت 6 نفر رو میکشه، کاراکتر بد فقط 3 نفر رو میکشه. یعنی کاراکتر بد کمتر از اون دوتای دیگه آدم کشته. خود کاراکتر بلوندی که کاراکتر خوب داستانه واقعا خوب مطلق نیست وقتی نازک میشیم روش، حتی به دوستش توکو خیانت میکنه. یا کاراکتر زشت همون توکو وقتی واقعی نگاش میکنیم زشت مطلق نیست بنده خدا. یه سکانس درخشان هست گفتگو با برادر، اگر بهش دقت بکنیم میفهمیم که شاید این برادر کیشیش شخصیت منفی تری داشته باشه اتفاقا. چرا؟
آقای توکو میگه وقتی برادرش برای کشیش شدن خانواده رو ترک کرد، توکو مجبور بود مراقبت کنه از خانواده. یعنی اگه اون ترک نمی کرد، شاید توکو این توکویی که میبینیم نمیشد، این شخصیتی که آدم میکشت نمیشد حتی. یا کاراکتر بعد همون انجل آیز، یه جایی در فیلم میبینیم که یه سرباز میبینه آب و نوشیدنی بهش میده به جای اینکه بکشتش، منطقا باید میکشت دیگه، ولی بهش ترحم میکنه. اینه که میگم مطلق نیست بد یا خوب خوب. جالبه انیو موریکونه آهنگساز این کار هم با استفاده از سازهای مختلف میاد این معرفی رو تکمیل میکنه، بی نظیره واقعا. شما نگاه کنید توی همون سکانس معرفی، تو همون 10 دقیقه اول مخصوصا که ما ملودی اصلی فیلمو میشنویم برای این سه تا کاراکتر، زمانی که روی کاراکتر خوبه همون کلینت ایستوود سازهای ملایم استفاده کرده موریکونه مثل فلوت، زمانی که میره کاراکتر بد از ساز اوکارینا با صدای خفه و گرفته استفاده کرده، و زمانی هم که میره روی کاراکتر زشت آواهای جیغ مانند انسانی رو میشنویم. واویلا چقدر هماهنگ بودن و بی نظیر عمل کردن. اینه تفاوت‌های وسترن کلاسیک و وسترن آقای سرجیو لئونه که اسمشو گذاشتن وسترن اسپاگتی، که فکر کنم بعدن شرمنده شدن و شدن، جلوتر صحبت خواهیم کرد. در واقع ما در وسترنی که سرجیو لئونه میسازه کاراکترها و انسانها رو واقعی تر میبینیم. نمیشه از فیلم خوب بد زشت حرف زد و از سکانس پایانی بیشتر حرف نزد. واویلا، سکانسی که بیشک یکی از بیادموندنی ترین سکانس های تاریخ سینماست. جناب تارانتینو عرض کردم این سکانس رو بهترین سکانس تاریخ سینما میدونه. یک دوئل، یا بهتره بگیم تریئل بی نظیر، چون دو نفر نبودن دوئلش، 3 نفر بودن. این سکانس در واقع بیشتر به اجرای یک باله نزدیکتره تا سینما. به این شکل بهش نگاه کنیم، ترکیب جذابی از کارگردانی، بازیگری، تدوین و موسیقی بی نظیره. این سکانس سکانسی است برای لذت تمام و کمال از سینما و البته آموزش کارگردانی. کارگردان کارهای لئونه اینجا به معنای واقعی میاد اصل اساسی کارگردانی رو به نمایش میذاره. چی اصل؟ اصل اساسی میگه نگو، نشون بده، و این کارو کرد استادانه. نماهای متعدد لانگشات و کلوزاب و ترکیبش با اکستریم کلوزاب ها، شما نگاه کنید مدام کات میخوره به لانگ، یهو نزدیک میشه، یهو صورت رو میبینیم، یهو روی چشم، اصلا بی نظیره. و ترکیب اینها چیزی که مخاطب نمیتونه پیش بینی بکنه، این همون است که نگو، نشون بده، و نشون داد آقای در واقع سرجیو لئونه. و همه اینایی که میگیم بدون هیچ دیالوگی داره اتفاق میفته، این ترکیب موسیقی، بازیگری، تدوین و کارگردانی. و همه این 3 نفر کجا هستند در پایان داستان؟ در چند قدمی هدف، $200,000. و حالا باید از صد هم بگذرن که دست پیدا بکنن به چیزی که در کل فیلمنامه و فیلم دنبالش بودن و براش هر کاری کرد. سکانسی پر از هیجان و تعلیق و موسیقی. موسیقی هم در بالاترین حد ممکن این حس ها رو داره چند صد برابر میکنه در این سکانس پایانی. استفاده از آواهای انسانی همونطور که عرض کردم، و افکت هایی که در موسیقی اومد طراحی کرد آقای موریکونه. ما انگار صدای کایوت، گرگ صحراهای معروف آمریکا رو میشنویم لابلای موسیقی موریکونه. ایشون اومد برای این سکانس از پیانو و ترومپت استفاده کرد. چرا؟ پیانو داره ترس و اضطراب رو بیان میکنه، ترومپت داره تلاش شکوهمند این 3 نفر رو به ما القا میکنه. یه بار دیگه با این توضیحات و از این نگاهی که عرض کردم این سکانس رو ببینید لطفاً. تفاوت‌های این دو ساز رو هم تو نماهای بسته بیشتر میتونید حس بکنید که کجا میخواد استرابو بده، کجا میخواد قدردانی بکنه از تلاش‌های این 3 نفر. از لوکیشن این سکانس هم صحبت کنم بعد نیست، قبرستان تپه غمگین بهش میگفتن تو فیلم دیگه، یک لوکیشنی بود در بورگوس اسپانیا، و اون زمانم به کمک ارتش اسپانیا ساختن لوکیشن رو. امروز تبدیل شده به یک منطقه توریستی هستن. واقعا اون لوکیشنی که ساختن به موندگاری این سکانس خیلی کمک کرد انصافا. خیلی از توریست ها امروز میرن به صورت نمادین توی اون قبرستون نمادین، برای خودشون قبر میخرن که یک سنگ قبری نمادین اونجا داشته باشن و اسمشون روش حک شده باشه. خب
کمی روی موسیقی این فیلم نازک شیم. نمیدونم جز شاهکار دیگه چه لقبی میشه به این موسیقی داد. کاش یوتیوب واقعا دست و بالمون رو نبسته بود، میتونستیم حسابی پخش کنیم لذتش رو ببریم. البته در نسخه صوتی سینما مورخ که در کانال تلگرامی ما منتشر میشه @سینما مورخ در بستر تلگرام، اونجا از موسیقی های فیلم استفاده شده، اما در یوتیوب متاسفانه به واسطه بحث کپی رایت، یا البته شاید خوشبختانه، نمیتونیم کامل استفاده بکنیم. شما ما رو عفو بفرمایید. به هر جهت جناب انیو موریکونه توی این فیلم کاری کرد که واقعا جای هیچ حرفی باقی نموند، تا حدی که هر جای جهان اگر امروز از یک نفر بپرسیم فیلم وسترن چیه، حتی اگر وسترن نشناسه موسیقیشو میشناسه، یا اگر امروز از یک نفر بپرسیم موسیقی وسترن یعنی چی، قطعا تم اصلی این فیلمو با سوت برامون میزنه، یا اگر به سپنده سوت بلد نباشه بدون سوت برامون میزنه که چیزهایی از این دست. به هر جهت خیلی ها این فیلم رو، خوب بد زشت رو، بیشتر با موسیقیش میشناسن، حتی اگر خود فیلمم ندیده باشن قطعا ساند ترکی که بارها و بارها توسط موزیسین ها و ارکسترهای مختلف در سراسر جهان اجرا شد رو شنیدن و ازش لذت بردن. قطعا مثال بزنم، گروه متالیکا این موسیقی رو توی کنسرتاش اجرا میکنه و خود موسیقی اصلی این کار رو همیشه قبل از شروع کنسرتاش پخش میکنه گروه متالیکا. یا بجز متالیکا گروه پانک اسپانیایی رامونز، یا گروه ایمورتال تکنیک، گروه والاف بودو و بسیار موزیسین های دیگر این موسیقی رو بارها و بارها اجرا کردند و شما بشنو خواهند کرد. برسیم به اکران فیلم خوب بد زشت. بعد از طی کردن مراحل در واقع فیلم برداری و پایانش و بعد مراحل پسا فیلم برداری، دسامبر 1966 در ایتالیا و یک سال بعد یعنی دسامبر 1967 در آمریکا این فیلم اکران میشه. همونطور که تایید کننده ها قول داده بودن به اکران اون دو فیلم دیگر هم در آمریکا کمک کردن. البته نسخه آمریکایی خوب بد زشت البته حدود 16 دقیقه از نسخه اصلی کوتاه‌تر بود. حالا چقدر فروخت به نظر شما زمان اکران؟ اول اینو بگم، هزینه ساخت فیلم خوب بد زشت 1.8 میلیون دلار بود و اون موقع 38 میلیون دلار فروخت. شما حدیث مفصل رو به نظر من بخوانید از این مجمل. منتقدان سینما اما اولش چی گفتن؟ گفتن حالا خیلی چیز نبود دیگه، یعنی خیلی روی خوشی نشون ندادن به این فیلم. طبق معمول چون وسترن اسپاگتی دیدنش، مجدداً لقب وسترن اسپاگتی بهش دادن و دست کم گرفتنش. حتی گفتن پر از صحنه‌های خشونت آمیزه، خیلی خوشمون نیومد. اما کم کم با گذشت زمان درخشش این الماس شروع شد. به جایی رسید که منتقدین مشهور سینما مثل راجر ایبرت سالها بعد ایشون گفت من بار اول که فیلمو دیدم تحت تأثیر جوی که اون سالها بود، همون بحث وسترن اسپاگتیای مسائل که حالا اصلش مال ماست، شما خوب نیستین، امتیاز خوبی خلاصه ندادم به این فیلم. اما امروز که با هم صحبت میکنیم این فیلم جزو بهترین فیلمهای زندگیمه. این نقل قولی بود از راجر ایبرت. تارانتینو بزرگ بارها گفته که اصلا فیلم‌های سرجیو لئونه انگیزه اصلی من بود برای کارگردان شدن، و تأثیر این فیلم‌ها رو هم ما میتونیم ببینیم تو فیلم‌های تارانتینو، یعنی تأثیر سینمای سرجیو لئونه رو میتونیم ببینیم در تارانتینو. جانگوی رها شده، هشت نفرت انگیز، حرامزاده‌های لعنتی و حتی سگ‌های انباری، اینا قشنگ تأثیرش مشخصه، تأثیر سینمای لئونه در این فیلم‌ها. و بجز فیلم‌های تارانتینو هم بذارید از تأثیر این فیلم باز صحبت کنیم. البته مثال فیلم سریع و مرده اثر سم ریمی یا الماریاچی رابرت رودریگوئز، اینها هم بسیار تأثیر پذیرفتن از سینمای لئونه و مخصوصا خوب بد زشت. یا در ادامه بازی کامپیوتری جذاب رد دد ردپشن که خب بسیار محبوبه در سراسر جهان تا همین الان که با هم صحبت میکنیم، این هم وقتی بهش نگاه میکنیم تو اون بازی نازوچیم رد پای سینمای لئونه رو کامل میتونیم توش ببینیم. خوب بد زشت.
این فیلمی است که دیدنش نزدیک به 3 ساعت زمان میبره، اما شما بدون خستگی، بدون پلک زدن قطعا اون رو تماشا خواهید کرد یا کردید. فیلمی که بالاترین امتیاز رو در سایت IMDb بین فیلم‌هایی که هیچ اسکاری نگرفتند به دست آورده. بله، درست شنیدید. خوب بد زشت هیچ وقت اسکار نگرفت، اما بعد از گذشت نزدیک 50 سال از ساخت این فیلم تأثیرش به حدی بوده که اکثر فیلم‌هایی که اسکار گرفتند هم نتونستند به حد و اندازش حتی نزدیک بشن به تأثیرش، به این میزان تأثیرگذاریش در سینما و موسیقی جهان پس از خودش. خوب بد زشت فیلمی است که باعث شد لقب وسترن اسپاگتی دیگه به منزله تحقیر به کار برده نشه و جایگاه این زیر ژانر ده‌ها پله ارتقا پیدا کرد. خوب بد زشت یک سمفونی باشکوه از داستان، تصویر و موسیقی که هر بار دیدنش آدم رو دوباره عاشق سینما میکنه. زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی در سینما مورخ، سالم باشید و در صلح. شما رو به جادوی سینما میسپارم و میبینم اتون. سینما مورخ خصوص آقای هاشمی اینجا لندنه و این لوکیشن سریال پواره اگه خاطرتون باشه. خواستم به این بهانه تشکر بکنم از همه زحمات شما که واقعا این روزهای ما دلخوشیم شده گوش کردن پادکست های شما. موفق و پیروز باشید. آقای هاشمی سلام، خواستم ازتون تشکر کنم و خسته نباشین بهتون بگم بابت برنامه بسیار خوبتون. انقدر جذاب تعریف میکنین که آدم میخکوب این برنامه میشه. من علاوه بر اینکه هر هفته هر دو کانالتون رو میبینم، تکرارش هم مجددا میبینم. خیلی زیبا تعریف میکنین، سپاسگزارم.